سلام رفقا چطورید؟ خوش اومدید به دور چهارم جام جهانی شطرنج جایی که پرهام مقصود لو تنها نماینده ای ایران هست و بقیه نماینده های کشورمون حذف شدن و حریفش کیه یان کریستوف دودای لهستانی که سال 2021 مگنس کارسن رو توی همین مسابقات جام جهانی توی مرحله نیمه, نما... نیمه نهایی حذف میکنه و به فینال میره و قهرمان جام جهانی شطرنج میشه سال 2021 و حریف فوق العاده قدرتمندیه برای پرهام توی دور چهارم این دو بازیکن به هم خوردن و توی بازی اول یان کریستوف دودا و مهره سفید بازی میکنه و پرهام مقصودلو با مهره سیاه بازی میکنه دودو بازی رو با حرکت ای4 آغاز میکنه ای5 اسب اف3 اسب سی6 فیل بی5 گشایش روی لوپز آشیش دفاع مورفی فیل جابجا جا شده اسب رو گسترش میده و سفید قلعه میره فیل به خونه ای7 میاد رخ ای1 از پیاده خودش دفاع میکنه و حرکت بی5 حمله به فیل فیل بی3 و دی6 پرهام قطر فیل رو توی بازی باز میکنه و همینطور از پیاده خودش دفاع میکنه سیسه حرکتیه که شاخهای اصلی روی لوپز هست در واقع داره خونه سی دو رو برای فیل اول خالی میکنه و همچنین آماده میکنه که حرکت دی چهار رو توی بازی انجام بده پرهام قلعه رفته و اجسه اجازه فعال شدن فیل رو توی بازی نمیخواد بده فیل از این سمت توی بازی گسترش پیدا کرده و دی چهار رو یان کریستوف دودا بازی کرده رخ ای هشت و اسب دی دو گسترش اسب فیل به خونه اف 8 رفته دی پنج حمله به اسب اینجا پرهام تصمیم گرفته اسب رو برگردونه به خونه ای که ازش فعال شده بود و بعدا اسب رو از خونه دی 7 گسترش بده میتونست اسب رو هم ای هفت بذاره اما حرکتی هم که انجام داده حرکت بدی نبوده اسب به خونه اف 1 اومده و اسب دی 7 گسترش پیدا کرده اسب جیسه اسب سفید داره توی بازی روتیت میشه و حرکت اچ 6 حرکت خوب اجازه نمیده که فیل توی بازی فعال بشه همینطور اسب و اسب رو گذاشته H2 C6 پیاده ها توی بازی تعویز شدن و اسب G4 اسب ها توی بازی تعویز شدن و اسب C5 حمله به فیل فیل به خونه D5 اومده میگه تعویض میکنم ولی با فیلت نه با اسبت اینجا فیل ها هم توی بازی تعویز شدن و ای چهار از طرف پرهام رخ رو گذاشته ایسه حرکت خوبیه اجازه پیشروی بیشتر نمیده میتونه وزیر رو پشت رخ قرار بده در آینده و فشار رو به این پیاده هم بیشتر کنه رخ سی هش پرهام هم رخش رو گسترش میده وزیر ایدو فشار به پیاده و حرکت خوب رخ ای 5 از طرف پرهام مقصودلو بازی شده این پیاده با سه زور داره بهش حمله میشه و نمیتونه ازش دفاع کنه اما با رخ به این پیاده داره حمله میکنه حالا اگر پیاده رو بزنی منم پیاده تو رو میزنم از پیاده رو زده پرهام هم پیاده ی دودار رو زده فیلدید و گسترش فیل و اسب در ای چهار از پا هم توی بازی تعویز شدن رخ به خونه ای 5 اومده آ چهار پرهام رخ ها رو هم تعویز کرده و رخ سی چهار حمله به وزیر وزیر به خونه بی هف رفته فشار میاره به پیاده و اینجا پرهام پیاده رو زده یک پیاده فعلا پیش افتاده اون یکی رخ ها هم توی بازی تعویز شدن و اینجا پیاده خودش رو دودا پس گرفته و اینجا پرهام مقصودلو وزیر بی هش بازی کرده پیاده منو بزنی منم پیاده تو رو میزنم این اتفاق افتاده و دیگه پرهام پیاده رو نزده توی این لحظه توی حرکت سی و کم بازی هر دو بازی کن به نتیجه مساوی رضایت دادن که اتفاقا اتفاق خیلی خوبی برای پرهام مقصودلوه بذارید ببینیم الان اگر نوبت پرهام بود که اینجا پیاده رو میزد این پیاده و این پیاده هم تعویز میشدن این آخر بازی کاملا مساویه و دو بازیکن قطعا تئوری ها رو میدونن و این آخر بازی رو مساوی گرفتن براشون کاری نداره فیل ها با هم تعویز میشن وزیر ها تعویز میشن و کاملا مساوی این آخر بازی اما این اتفاقی که افتاده برای پرهام خوب بوده به خاطر اینکه توی بازی برگشت پرهامه که با مهره سفید بازی میکنه و شانس بیشتری برای برد داره با مهره سفید امروز تونست یک مساوی خیلی خوب با مهره سیاه بگیره با امید موفقیت پرهام عزیز در دور چهارم جام جهانی شطرنج و بازی برگشت ببینیم چه اتفاقی میفته امیدواریم که با مهره سفید بتونه پیروز بشه ممنونم که تا آخر این ویدیو رو دیدید ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید کانال رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید و زنگولرم بزنید من کیانم و توی ویدیوی بعدی میبینم اتون.